کتاب که در واقع مشخصا راجع به هنره، یکی از بهترین محمل هاست برای بروز توانایی های آقای دکتر شایگان از این جهت. یعنی ایشون راجع به مسائل سیاسی نوشتند، راجع به مسائل اجتماعی ما نوشتند. تا به حال این مجال پیش نیامده بود که یک کتاب هم مستقلن راجع به هنر از ایشون منتشر بشه. خوشبختانه این مجال به وجود اومده و ما الان یه مجموعی از مقاله های ایشون رو کنار هم داریم که موضوع همه اونا هنره و این جنبه در واقع تفکر آقای دکتر شایگان هم توش آشکار میشه و در اختیار خواننده فارسی زبان قرار میگیره. به عنوان نکته آخر بگم که انتشار هر کدوم از کتاب های آقای دکتر شایگان به فارسی اتفاق خجسته است و در واقع این آثار وقتی به فارسی منتشر میشن به خونه خودشون بر میگردن. از این جهت به نظرم انتشار این کتاب خیلی جای خوشبختی داره. خیلی ممنون از شما. با تشکر از آقای هاشمی، همچنین دو تن از استادان بخش ایران شناسی دانشگاه کنکوردیا تشریف بردن، آقای دکتر ریچارد فولس و فاطمه سعدی نژاد که خیر مقدم عرض میکنیم. پیش از آن که دوستان هنرمندمون که به افتخار استاد آمدن قطعاتی رو اجرا کنن تشریف بیارن، از جناب آقای دکتر شایگان دعوت میکنم که تشریف بیارن با دوستانشون سخن بگن. بعد از این همه تعریف دیگه من نمیدونم چی بگم. من فکر می‌کنم راجع به نفر دیگه صحبت بکنم. من همیشه چون ایشون آقای فرانی صحبت مونته می‌کرد، مونته میگه که میگفت تو ایسه‌هاش که من در پستوی دکان جهان زندگی میکنم، یه بوتیک استرا که بکنم دارم. حالا من همیشه خودم رو از پستوی دکان جهان دیدم و هر وقت راجع به من صحبت میشه به من به آدم دیگه است، من ربطی ندارم. ولی برای خیلی متشکرم. مطالبی که آقایون فرمودن اینجا واقعا برای من خیلی آموزنده بود و خیلی هم چیز یاد گرفتم. برای اینکه از منشور نگاه دیگران هم خودشو ببینه یه چیزایی کشف میکنه. مثلا ما در اولا میخواستم به این خواسته خودم، مثلا آقای دکتر والیکیان خیلی حرف قشنگی دارد. گفتن هم من یه جور نیهیستم، نیست انگارم، از یه طرفی هم در جستجوی یه چیزی ثابتی هستم. و این من یاد این شعر تی اس الیوت انداخت که میگه شاعر در جستجوی the still point of the turning world، یعنی نقطه ثابت جهان گردان. درسته، این راست میگه. من یه عمر دنبال این گشتم، برای همینه به ارفان علاقمند شدم، به هند علاقمند شدم، بعد اومدم ایران با علما اشتر نشیدم، یه چیز ازشون یاد گرفتم. البته نمیستم که آقا بعدش این طور میشه، از این گذشته یه خود آب میشه. آقای خرمشاهی که تو معمول من شرمنده گرم گفتم من جام جمع دارم، ای کاش میداشتم. واقعا چه جامی کیخسروسه. کسی که این جام رو داشت دوست عزیز من هست که از دست رفته، شاروخ نسکو بود. من همچه یادو هستم شاید اون جامی کیخسرو رو داشت. آنچه که مربوط به خیلی متشکرم آقای که تماشا کردن هم ایشون درست میگن، تماشا کردن یعنی حالت مراقبه و دنیا رو در به صورت بازی دیدن. و آنچه که آقای فانی گفتن درسته، من خیلی به مونتین علاقمندم، همیشه هم بودم. و حالا بهتون میگم این مقالات یه مقدارم ارتباط داره با یه نفر دیگه، با بودلر. من شاعر خیلی خوندم و شاعرها رو خیلی دوست دارم. البته شاعرهای ایرانی که معلومه، خیام و مولوی و حافظ و اینا خیلی دوست دارم، ولی اخیراً خیلی به سعدی علاقمند شدم چون فکرم بهش خیلی بی‌انصافی شده، چون یکی از بزرگان ماست و تحت شعاع دیگران قرار گرفته، والا اینکه یکی از بزرگان واقعاً ایران. از اون گذشته
بله من از بودلر خیلی چیز یاد گرفتم، مخصوصا در ارتباط با شهر، برای اینکه تمام تو این مقاله دوم پاریس والتر بنیامین یک کتاب روی بودلر داره، میگه بودلر شاعر مدرنیته است. اولا کلمه مدرنیته رو خود بودلر ابداع کرده، مدرنیته با ت آخر مال خط خود بودلره و شهر پاریس در تمام اشعار بودلر هست. یعنی اولین شاعری است که در واقع گرفتاری یه شهر بزرگ داره بیان میکنه، چون قبل از اون هیچ کسی راجع به پیر مرد، راجع به لاشه‌ای که در حالت متلاشی شدنه یا این چیزا صحبت نمیکرد، اولین بار بود. از این جهت آقای بنیامین معتقده که بودلر در واقع خطیه یا شاعرهای قبل از بودلر داریم یا پس بعد از بودلر داریم. این است که از این جهت برای من خیلی مهم بود. و در این کتاب در واقع یه سیریست رو فرهنگ، اون قسمت اول سفر من در قرن 15 به مناسبت یک اکسپوزیسیون بزرگی بود که به مناسبت 15 سال کشف قاره امریکا توسط کریستوف کلمب در واشنگتن، در گالری واشنگتن متروپولیتن مدرن آرت برگزار شده بود و عجیب بود تمام فرهنگ‌های دنیای اون زمان رو جمع کرده بودن، از ژاپن مورومیچی بگیریم تا دوره یینگ و بیاییم ایران تیموری و اون زمان است که عثمانی ها دیگه قسطنطنیه رو گرفتن، امپراتور عثمانی مستقر شده، تا بیاییم به ایتالیا، اروپا و بعدم بریم به امریکای لاتین، فرهنگ های بومی پیش از کلمب، یعنی مایاها، انکاها، استکا، همین بود اونجا. و چیزی که برای من جالب بود در این سفر و این تو این سعی کردم این بود که چگونه تمام این فرهنگ های بزرگ که من میدیدم از ژاپن تا آمریکای لاتین علی رغم فاحش اختلافات سوری و مناسک و مراسم این چی در یک فضا هم بهش میگن فضای بینش شاعرانه اساطیری، ولی در یک گوشه دنیا همیشه عوض شده بود و اون گوشه دنیا ایتالیا بود دیگه، چنتو یعنی ایتالیا قرن 16 و کسی که مظهر این بود لئوناردو داوینچی بود که بدون شک برای اولین بار شما تو تابلوها یهو می‌دیدین پرسپکتیو مطرح، بدن انسان مطرح، تشریح کردن کالبد شکافی مطرح، تمام چیزایی که در جای دیگه نبود. این خیلی منو به فکر واداش و بعد برخوردم به این جمله بورکارت در کتاب معروفی که به فارسی هم ترجمه شد، خیلی هم خوب آقای لطفی ترجمه کردن، که عنوان هست نمیدونم فرهنگ رنسانس در ایتالیا، درسته فارسی نه این عنوان ترجمه شده، که اونجا یه جمله از بورکارت هست که برای من خیلی مهم بود چون خیلی چیز دارم از اونجا میفهمه، که قبل از رنسانس تمام جهان یک نوع پرده زیبایی بود که اساطیر توش بود، شعر بود، خدایان بودن، همه چی تو هم بود و یهو این پرده پاره شد در ایتالیا در قرن 15 میلادی. این پرده پاره شد، از یه طرف دنیای بیرون خودشو نشون داد، دوره ابژکتیف یعنی جهان عینی، از اون ورم دورهای دنیای درونی ابژکتیف، و این برش، این گسست، اولین گسستی بود که من در اون اکسپوزیسیون بزرگی در واشنگتن بود دیدم، هم چون دو تا اثر بود، یکی بیشتر آثار لئوناردو بود و دیورر آلمانی که البته خیلی متاثر از کارهای لئوناردو بود. قسمت دوم مقاله‌ای که اونجا مطرحه که راجع به بینش نظری هنره، speculative theory of art، این خیلی جالبه برای این که تمام مسئله این فرضیه با روشنگری شروع شد. میدونید در قرن اواخر قرن 18 هم اروپا، فرانسه در واقع حاکمه در اروپا، هم از لحاظ قدرت اقتصادی، هم از لحاظ هنر، هم از لحاظ
آنسیکلوپدیسا ولتر و تمام اینا حاکمن و اولین واکنش که علیه این تسلط فکری فرانسه ایجاد میشه آلمانه، چون آلمان یک کشوری است که قطعه است، هنوز یه پارچه نشده. و خب بزرگترین فیلسوفی هم که این روشنگری رو به شکل منسجم میده کانته، درسته؟ ولی کانت میاد در واقع قفل میکنه متافیزیک رو، میگه شما به نومن ها، به زبات راه ندارید. در اینجاست که ریاکسیون یعنی واکنش بزرگ رومانتیک های آلمان دیده میشه، چه برادران شلگر، چه شلین، چه نوالیس، اینا که میگن حال که ما از طریق فلسفه یا متافیزیک به مطلق راه نداریم، بس از راه هنر میشه، بس هنر میشه در واقع میشه که اثر وسیله شناسایی مطلق. این تئوری خیلی مهمه، برای اینکه در اصل تئوری آلمانیه که از طریق کولدیچ در انگلیس اشاره پیدا میکنه، از طریق مادام دوستال و کوزان در فرانسه، از همه جای اروپا رو میگیره، ولی یه مسئله آلمانیه و تمام متفکرین آلمانی از نمیدونم از رومانتیکا بگیریم، از ایدئالیسم آلمان تا هایدگر راجع موضوع فکر میکنن. حتی آثارش هم در آوانگارد هم میبینید، در آوانگارد قرن بیستم، در موندریان میبینید، در مالویچ میبینید، در کاندینسکی میبینید. بعد یه بحثی دیگه هم هست که اخیرا من میخوندم، یه فرانسوی یه کتابی نوشته تحت عنوان لزانتی مدرن، نه زده مدرن، ولی کنتر مدرن و آنتی فرق میکنه، یعنی کانتر مدرن نیست، انتی مدرنه، یعنی چیزی که مدرنه ولی مدرن هم در ذهن نیست. و بهترین مثالی که در این باب این نویسنده آورده نقلی است از رولان بارت، که رولان بارت میگفت که میدونید که آوانگارد رو به فارسی میگن آوانگارد دیگه، درسته؟ بعد هر آوانگاردی آریرگارد هم داره، چون اصطلاح نظامیه، آوانگارد خط مقدم سربازایی که جلو میرن، پشتش هم آریرگاردن که در پشت جپن، پشت جپن در واقع. رولان بارت میگه که من در آریرگارد آوانگارد نشستم، برای که هم میبینم چیزی که مرده، چون آوانگارد داره میمیره، هیچ دوام نداره، به محض اینکه ظاهرش ناپدید میشه، همان به عنوان اینکه عقبا میبینم اون چیزایی که از دست رفته و دوست داشتم. ترجمه میکنه. پس به این معنی هر آدمی در یه همچین موقعیتی داره، هم عاشق اتفاقاتی است که رخ میده، میخواد یاد بگیره، هم در ذهن نوستالژی اون آثار بزرگ گذشته رو داره. درسته؟ خلاصه این یه کوششی بود که من در این کتاب کردم، در ذهن خواستم از بزرگان ایرانم یاد کنم. سهراب صدری دوستم بود و اگر آثارش رو به فرانسه ترجمه کردم فقط به علت حضور خودش بود، بر من نشسته بود و من تشویق کرد، وقتا گیر میکردم بودم تو رو خدایی به فرانسه بگو بینم چی عذاب در میاد، و میگفت فرانسه بلد بود خوب. حتی بعضی شعرهای آخرش به فرانسه هست، چون اینقدر به زبان فارسی فشار آورده بود که فارسی نمیکشید دیگه، داشت میشکست، فرارش در میاد، نزدیک به فرانسه بود. بعدم درهای